باز هم خوش آمدین. ادامه برنامه صبح و زندگی است. در خدمت شما و هموطنان عزیز هستیم. در لحظات خوب و در لحظات پایانی باز هم دو مهمان خیلی عزیز و نازدانه داریم. دو قندل. دقت کردین رویا جان، امی اطفال در شرایط امروزی آفرین برشان میگیم که یا در ورزش بوده یا در تحصیل یا در تعلیم خیلی خوب درخشیدن و یک دستاورد خوب به کشور کسب کردن که امروز هم شاهد از این هستیم که دو مهمان ناز داریم. بله حتما میمان ما رو چند لحظه بعد بر بیننده‌های عزیز ما معرفی میکنم و واقعا اطفال خودشان فرشته های آسمانی هستن، فرشته هایی هستن که در هر خانه که باشن خودشان همون روشنی همون خانه است، چراغ همون خانه هستن و داریم اطفالی را که خیلی بااستعداد هستن، خیلی خلاق هستن که ما به وجودشان افتخار میکنیم، باعث سربلندی پدرجان و مادرجانشان هم هست. ما خواستیم در ارتباط با اطفال بااستعداد صحبت کنیم و در رابطه با اونا گپی بگوییم که در 8 و 9 اکتبر مسابقه علمی آنلاین در تایلند برگزار شده بود که 27 نفر از شاگردان از افغانستان اشتراک کرده بودند که خوشبختانه 16 نفر تانستن که برنده شوه در این مسابقات، که 6 نفرش سرتیفیکت طلا گرفته، 6 نفرش سرتیفیکت نقره گرفته و 4 نفرش هم سرتیفیکت برنز گرفته. افتخار هستن. دو نفر یا دو طفلک قندل از این 27 از این 16 نفری که برنده شده را امروز با خود داریم از طریق اسکایپ. بله فرخنده جان و مزمل جان، که مزمل جان سرتیفیکت طلا گرفته و فرخنده جان هم دیگه سرتیفیکت نقره را گرفته. سلام قندولک ها، صبحتان بخیر باشه، چطور هستین؟ سلام علیکم، صبح خود تمام بخیر. سلامت باشی فرخنده عزیز، خودت چطور هستی؟ شکر خوب هستم، شما چطور هستی؟ صبحتان بخیر. تبریکتان باشه، شما سرتیفیکت طلا یکیتان گرفتین، دیگه‌تون هم سرتیفیکت نقره گرفتین. خوشحال شدیم واقعا، بازم براتون تبریک میگیم. البته از طرف تیم صبح و زندگی براتون تبریکی میدیم. تشکر. سلامت باشین، باشم. همین که میگم سرتیفیکت طلا یا همون مدال طلا، همون مدال نقره دیگه. تبریکتان باشه. خوشحال هستیم که شما قندولک‌ها رو امروز با خود داریم و آفرین به شهامتتان، به کوششتان که شما تانستین اینقدر مقام بالا رو از آن خودتان کنین. حالا بیشتر صحبت‌ها رو از خودتان بشنویم. از فرخنده بپرسم که فرخنده جان میخوای خودت در شروع کنی گپایت همراه ما یا با مزمل وقت بدیم، کدامش؟ خودت میخوایی گپ بزنی؟ حق اولیت میگن از خانوم هست. از فرخنده جان آغاز بکنی. فرخنده عزیز بیا در ارتباط به این مسابقات علمی آنلاین تایلند بر ما بگو که چگونه برگزار شد و چگونه شما اشتراک کردین، همه همه موارد همراه ما و بیننده عزیز شریک بساز. خب اول از طریق مکتب به ما خبر رسید و ما اشتراک کردیم و حاصل ما نقره بود. مزمل خودت چی گفتنی داری در ارتباط به این مسابقات؟ امتحان از طریق مکتب ما پیشکش شد. آها خب از طرف مکتب نظر به چه شرایطی؟ زیاد لایق بودین انتخاب شدین؟ نه هر کس میتونست در امتحان اشتراک کند، صرف باید در جریان میگذاشت به خاطر که ما علاقه مندی زیاد داشتیم اشتراک کردیم و یک دستاورد از خود داشتیم. آفرین. قبل از اینکه به این مسابقه اشتراک کنین از پیشتان کدام امتحانی نگرفته بودن که بفهمن که شما لیاقتتان چقدر است؟ نخر. آفرین. یعنی دلبخواهی خودتان رفتین اشتراک کردین در این مسابقات؟ بله. آفرین، بسیار خوب. صنف چند هستین؟ مزمل جان خود صنف چند هستی؟ فرخنده جان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من مزمل افریدی متعلم صنف هفتم مکتب امید افغان ترک کابل میباشم. فرخنده عزیز خودت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نام فرخنده اکبریست، متعلم صنف ششم از مکتب امید افغان ترک کابل. آفرین. فرخنده رو زیاد تعریفش شنیدم که در بخش ریاضی خیلی لایق است، همونطور است؟ بله. آفرین. این مسابقات هم بیشتر بالای همین بخش ریاضی بود؟ بله. سخت‌ترین بخشش کجا بود مزمل؟ کدام لحظه فکر کردی که نمیتونی جواب بدی؟ امتحان خیلی آسان بود، هیچ فکر نداشتم. سوالاتش زیاد سخت نبود؟ خوب بود. فرخنده چی میگه در ارتباط با مسابقه؟ چقدر به دلت بود فرخنده جان؟ بر خود سوالا سخت نبود اصلا؟ خب فرق میکنه دیگه، با ما سخت بود. من دیدم که خود دمی معادله ریاضی خیلی نام خدا لایق است، زوزو جوابم میدادی. اینال نمیگی در کجا دیدی؟ خب از کدام کشورها اشتراک کرده بودن فرخنده جان در این مسابقه؟ سعودی
بیش از 70 کشور بود که بنگلادیش، انگلستان، عراق و دیگه کشورها بوده. مزامل بر ما بگه سرسخت‌ترین حریف تا کی فکر میکرد؟ فکر میکردی کی از خودت که در لایق‌تر است؟ از کدام کشور؟ انگلستان بود. انگلستان. زیاد دوره فکر میکردی که از خودت که در لایق‌تر هستن؟ بله. دیگه در کدام بخش خوب لایق هستین؟ در کدام مضمون ها زیاد لایق هستی مزامل؟ من خودم علاقه‌مندی زیاد مضامین سلسی دارم. آفرین. فرخنده خودت چی؟ خب من زیاد علاقیم در ریاضیات است. آفرین. انشالله همچنان کامگار باشی نیزای دلم. مدالای تانه کی بر شما خو آنلاین اشراک کرده بودین؟ مدالا چگونه براتان رسید؟ این امتحان آنلاین بود، خاطر از او مدال نداشت، سرتیفیکیت ها بود. سرتیفیکیت ها برای ما از تایلان روان شد و از طریق مکتب مدال شد. چرا که خواه پورک هستین؟ خواه تان پوره نشده؟ نه. چای صبح خوردین؟ بله. آه نه دیگه، تا ما نگوییم اونا سرتیفیکت های تانه نشان نمیدادی بازمو تو میماند، هیچ کس هم نمیدید با سرتیفیکت های تانه. تبریکتان باشه، چقدر مقبول. دیگه میخواین اما تو مسابقه اگر شروع شود آنلاین دوباره هم اشتراک میکنین یا نه؟ تصمیم دارین؟ بله. آفرین آفرین. در هر بخشی باشه دیگه خوب آمادگی میتونین گرفته. بله. آفرین طفلکای قندول و نازنین، کاش که مسائل کرونا نمی بود، شما دو قندول پیش خود می داشتم در برنامه و همینجا برتون تحفه می دادم. از همینجا می بوسم رویکای مقبولتانه. باز بخیر دیگه در برنامه دعوتتان می کنم، این همینجا برتون تحفه می گیرم. این تحفه تان سر خاله رویایتان باشه دیگه. بخیرا تحفه چی خوش دارین زیاد؟ فرخنده خود چی زیاد خوش داری؟ خب چیزه فرق نمیکنه. چی خوش داری؟ فرق نمیکنه هر چی که باشه. چیزی که از خاله رویا رسد نیکوست. مزمل جان خودت چی دوست داری جانم؟ چی دوست داری که خاله رویت بر توفه بگیره نام خدا؟ بچگه که لایق دیگه باز نمیشه. ای رقم گپ کلانی مسابقه رو شما بردین اما تو خوش که خالی بانین جان؟ برگ سبز توفه در بش. آفرین. اینو بمی گپ دک چک چک هم میکنم. آفرین نازنین ها، انشالله در برنامه بعدیتان هم همچنان موفق باشین و پدر جان و مادر جانتان هم تبریک میگم از صمیم قلب. انشالله همچنان شما دو تا طفلک قندول در کارهایتان در مسابقه‌ای که اشتراک میکنین موفق باشین. بازم دیگه از صمیم قلب تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم و پدر جان و مادر جانتان. مزمل جان پیام و گفتنی اگر داشته باشی به همسن و سالای خودت. پیام و گفتنی من صرف همی است که در شما خوب بخوانم و دیت مسابقات اشتراک کنند که با مملکت ما یک تصاورد خوبی داشته باشم. آفرین فرخنده جان. پیام خودت؟ خب پیام ما همی است به همسین پیام که دیت مسابقه اشتراک کنند و بتانند که به کشور خود یک تصاورد خوب داشته باشم. آفرین. نام خدایتان، وقت خوش براتون میخوایم قندولکا. خدافظتان، مراقب خودتان باشین. جمپرکای گرم که امروز پوشین همیشه بپوشین که خدای ناخواسته ناجور نشین. خدافظ. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.